کریمه و طرفداران آنان روز شنبه در کیف به راهپیمایی پرداختند و در اطراف شمع‌هایی که به شکل شبه جزیره کریمه قرار داده شده بود گرد آمدند. این گرد همایی در 70 سالگرد اخراج و تبعید تاتارهای کریمه تحت عملیات گسترده اتحاد جماهیر شوروی سابق انجام شد. هزاران خانواده تاتار در سال 1944 از کریمه اخراج و اجباراً در آسیای مرکزی سکنا گزیدند. بسیاری جان خود را از دست دادند. ما تمام کسانی را که توسط رژیم شوروی کشته شدند به یاد می‌آوریم. ولی همزمان این روز مبارزه و اتحاد ملی است. ما امروز در مورد آنچه روی داد و آنچه باید برای مقابله با پیامدهای اخراج و تبعید انجام شود صحبت می‌کنیم. امسال راهپیمایی ما در کریمه ممنوع شده است. تاتارهایی که در کیف زندگی می‌کنند از اینکه راهپیمایی‌ها در کریمه تحت تسلط روسیه ممنوع شده است خشمگینند. برای ما خیلی مشکله. امیدواریم که به کریمه برگردیم و اونجا زندگی کنیم. ما موقتاً اینجا هستیم. برای ما به مراتب سخت‌تر چون در کریمه تمام راهپیمایی‌ها ممنوع شده. از زمان سقوط رژیم اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 تاتارهای کریمه تلاش کرده‌اند به کریمه بازگردند. با تسلط روسیه بر شبه جزیره کریمه که چندی پیش صورت گرفت، امکان بازگشت تبعید شدگان نامعلوم است. نازیه پویا، صدای آمریکا.